عقب دو شاهین پنج یکی از پرنده ها پرواز کرد. تمام شنیدم، متشکرم. صبر و حوصله داشته باشی. دیگه نمیتونم، دیگه هیچی برام اهمیت نداره. باید تالا فهمیده باشی که تلاشت بیفاید است، لااقل با این روش هایی که در پیش گرفتی. با یه گلوله مغزتو داغون میکنن. برگرد. یهو خلاص شدن از مردن تدریجی تو این جهنم بهتره. بیاین پایین زودتر دلا. بازم یه گروه دیگه بری کنار. بری لقب. ظاهرشون که اینطور نشون میده. بری لقب کنار. آلده نباشته. بری کنار. Thank you.
رفتارهای ما هدایاییه که دولت شما به شما میده. اونها به جهت گمراه کردن اذهان عمومی از موقعیت‌های ما در عملیات خرمشهر اقدام به پخش اکاذیب از رادیوهاشون کردند، در حالی که برای همه ثابت شده چیزهایی که اونا میگن دروغ محضه. در دنیا شایع شده که پل مهم و استراتژیک الخلیل توسط نیروهای ایرانی منهدم شده، در حالی که کسانی که قرار بود اون پل رو منفجر کنند گروهی کشته و بقیه که زنده ماندند الان در مقابل شما ایستادند. اونها حاضرن اقرار کنند که اون پل هنوز سالمه و این کار نتیجه جز مرگ و ذلت و نیستی براشون چیزی نداشته. اینطور نیست سرگرد؟ من اصلا نمیدونم شما راجع به چی صحبت میکنی. اون به عنوان فرمانده این عملیات خیلی زود همینجا و در مقابل شما به همه چیز اعتراف خواهد کرد. با جرائم سنگینی مرتکب شدید سرگرد. اول اقدام برای انهدام پل استراتژیک الخلیل، هرچند که ما هوشیار بودیم و نقشتون بر آب شد. دوم فراری دادن یکی از افرادتون که ثابت خواهیم کرد فرار از این بازداشتگاه امریست غیر ممکن. سوم سرپیچی در مقابل خواسته های ما. شما شکست خوردید سرگرد و برای یک نظامی هیچ چیز دردناکتر از خاطره شکست نیست. خلاصی از این مخمصه به دست شماست سرگرد. هرچه مقاومت بیشتر عکس العمل ما شدیدتر.
از فردا هر یک دقیقه یک نفر به جوخه اعدام سپرده میشه. موافقید سرگرد؟ نخواب سرگرد! نخواب! 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 تنها یادگار باقی مانده از دوست فراری شما. گفته بودم که فرار از این بازداشتگاه امریست غیر ممکن. شما ایرانی ها لجاجت و سرسختی رو به حد اعلاش رسوندید سرگرد، حتی به قیمت نابود شدنتون. شما هم که از هیچ عمل غیر انسانی با سرا دریغ نمی کنید. این قانون جنگ سرگرد. شیر با روباه چی کار میکنه؟ بازی بازی؟ نه، ما به هر طریق ممکن باید بدونیم اطلاعات سری شما در مورد شناسایی مکانهای استراتژیک عراق از چه طریق به دست میاد. این خلاف مقررات سرگرد. من تمام اطلاعاتی رو که خواستین در اختیارتم گذاشتم. کافی نیست؟ صحت و صوب اطلاعات شما رو اداره استخبارات هنوز تایید نکرده. شما هم اسامی و سرای این بازداشتگاه رو به صلیب سرخ جهانی نمیدید. شما آدم تیز هوشی هستید سرگرد. تیز هوش اما واقع بین. برو. سرگرد، فرماندتون؟ آره. خیلی ارزون خودشو فروخت. Thank you.
بلکن بلکن من دیگه طاقت ندارم بلکن من نشو این کار یعنی خودکشی با این کارت فقط خودتو نمیکشی بلکه باعث میشی خیلی های دیگه هم کشته بشن تو اینو میخوای؟ آره؟ تو چت شده؟ یادت رفته روزای اول همش منتظر بودیم تا شب بشه فرار کنیم ولی بعد چی شد؟ عادت کردیم برم کن سب کن برینم سب کن برم کن بهتره برگردی اگه بر نگردم نگهبانا رو خبر میکنی سرگو؟ اگه لازم باشه این کارم میکنم از شما بعید نیست اطلاعات جالبی در مورد بازداشتگاه داشته باشی چرا فکر میکنین من باید اطلاعاتی راجع به این بازداشتگاه داشته باشم چون تو یکی از افراد قدیمی اینجا هستی اینا رو اون سرهنگ عراقی بهتون گفته؟ بله اون گفته اطلاعات من به درد شما نمیخوره سرگرد شما قرار بود همکاری افراد تحت فرماندهیتون رو به ما اعلام کنید با این جو ترس و وحشتی که اینجا وجود داره کسی حاضر به همکاری نمیشه شما کوچکترین اهمیتی به شرایط اونا نمیدین شرایط؟ رعایت حداقل اصول انسانی همه ی دستورات دقیقاً داخل این نامه ها نوشته شده همه ی کارهایی که بایستی انجام بدید و چیزهایی که باید بگید از خبرنگاران خارجی هم دعوت شده تا از وضعیت پل فیلم و گزارش تهیه کنن حضور شما فیلم های اونها رو باید تکمیل کنه من همکنون از کنار پل الخلیل با شما صحبت می کنم بر اساس شایعاتی که در رسانه‌های جهان منتشر شده این پل نمی‌بایست وجود خارجی داشته باشه در حالی که همونطور که مشاهده می‌کنید این پل هیچ گونه آسیبی ندیده و تعداد زیادی از چریک‌های ایرانی کشته و بقیه در اسارت نیروهای رزمنده عراقی هستند شما شاهد اجساد متلاشی شده افراد ارتش ایران هستید که در گوشه و کنار این پل عظیم پراکنده شدند. داره میاد. آزاد گروبان
میخوام با اتون حرف بزنم جناب سرکارد. گوش میدم سروان. اینجا نه. ولی جایی خلوتتر و بهتر از اینجا نیست؟ هر جا که بریم یه نفر رو گذاشتم که مواظب ما باشه. همینجا بهش بگو. چیز شده سروان؟ با شناختی که از شما دارم. نه 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 نمیتونم. یه چیزایی هست که شما باید بگی تا همه اینایی که اینجا هستن بدونن جناب سر. راجب چی حرف میزنی سروان؟ راجب ملاقات های شما با عراقی ها قربان. شما اینا را دلیل چی میدونید؟ شما بگید. ملاقات های پی در پی و مشکوک با عراقی ها چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ تو که نظامی نیستی. ایشون؟ جزو پزشکای داوطلب هم. پس به نظر شما دکتر ملاقات های من با عراقی ها مشکوکه؟ غیر از اینه؟ اگه چیزی هست به مام بگین قربان. گمون نمی کنم چیزی پشت پرده باشه. احوال شما باعث میشه همه اینا فکر کنن ما یه مش خائن و وطن پرست. بستر سرمان! تو به عنوان یه نظامی باید اینا رو خوب بدونی. نه نه قربان من اینا رو نمیدونم. من فقط اینو میدونم که قبل از ما آدم های دیگه تو این بازداشتگاه بودن که تحت هیچ شرایطی حاضر به همکاری نشدن. به همین دلیل هم کشته شدن. شما پسرتون عزیزترین کستونو توی این ماموریت از دست دادین. این به جای خود. احترام درجه هاتونم سر جاشه. اما چون اینجا ارشدتر از شما نداریم شورای تشکیل دادیم که شما باید به سوالات اونا پاسخ بدیم. نه نه تو این شرایط اصلا عاقلانه نیست. ما نباید کاری کنیم که اونا رو وادار به عکس العمل کنیم. نباید فرصت بدیم عده‌ای رو بدون دلیل سلاخی کنن. اینایی که اینجا هستن تمامشون توی وطن چشم به راه دارن. مثل کسانی که قبلا اینجا بودن و حالا نیستن. بعد این زالش کنه رو چشم بدارن. تو شما کسی هست که چشم بران نداشته باشه. برای پیدا کردن نفرات باید یه چند روزی به من وقت بدید. چند روز؟ داره دیر میشه. دو سه روز. خب شایدم کمتر. شما نباید وقت رو بیش از این تلف کنید سادگرد. بله متوجهم. میخوام بدونم بعدش وضعیت من و افرادم چی میشه سرهنگ؟ اون دیگه بستگی به خودتون داره. اگر بخواید میتونید در عراق بمونید. در غیر این صورت میتونیم براتون پاسپورت تهیه کنیم تا به هر جای دنیا که بخواید برید. ها راه دومی بهتره. سرگرد میخواید خوابگاه شما را از بقیه جدا کنم؟ نه. شما قصد دارید همینطور سکوت کنید سرگرد؟ خواهش میکنم جناب سرکارد اگه چیزی هست رو کراس به ما بگید.
من فقط به سوالاتی پاسخ میدم که کتبی باشه. چرا سرگرد؟ برای اینکه مدرکی علیه ما داشته باشین؟ برای اینکه من تحت فشارم! اینجا همه وضعیتشون مثل شماست. اصلا برای همینه که این همه آدم اینجا جمع کردن که بتونن تخلیه اطلاعاتیشون کنن. ولی اگر قطع هم بشن، حرف نمیزنن! هیچ کس حاضر نیست دکتر. این شرایطی که گاهی آدمو وادار به کارایی میکنه که اصلا باب میلش نیست، در اصل مجبوره. چه اجباری سرگرد؟ چه اجباری؟ به هر حال اگه بیشتر از این بخواین سکوت کنین و جواب صریح ندین، از نظر ما یه خائن محسوب میشین. نه! اینا همش که نقشه است! Barışlar. Barışlar. اینها چیه سرگرد؟ اسامی چند نفر آدم؟ اسامی افرادی که فکر میکنید اینجا بودن؟ فکر میکنم اینجا کشته شدم. شما چه منظوری دارید سرگرد؟ میخوایید اسرار این بازداشتگاه رو کشف کنید؟ به چه درد میخوره؟ من چه میدونم؟ شایدم میخوایید پست کنید برای هموطنهاتون؟ اگه یه صندوق پست این دوره برا بود، حتما این کارو میکردم. من متاسفم که صحبتهای این مدت ما بیهوده بود. من این اسامی رو برای متقاعد کردن افراد خودم نوشتم. برای متقاعد کردن افراد خودت؟ بله! میخواستم به اونا ثابت کنم افراد خیلی مهمتر از ما هم قبلا اینجا بودن که به دلیل عدم همکاریشون کشته شدن. و اگه اونا هم نخوان همکاری کنن، به سرنوشته بقیه دوچار میشم. شما در حرفاتون گفتید که تحت فشارید. انتظار داشتین چی بهشون بگم؟ بگم به میل خودم این کارو کردم؟ بسیار خوب. بگو ببینم فرماندهتون چه نقشه ای داره؟ چی؟ باور کنید من اینجوری گفتم که اونا نفهمن سرگرد قراره با شما همکاری کنه. تو از کجا میدونستی که سرگرد قراره با ما همکاری بکنه؟ یکی از افرادی که قراره همراه سرگرد باشه خود من هست. اگر دروغ گفته باشی میگم همینجا دارت بزنن گروهبان. نماینده
نماینده های وزرا برای تحویل غذا مراجعه کنند. بیا این کمک کن. بده منو منو برو. بگیم برشو. بیا. حاضر باش فرشته. لبخند. یکم براست، یکم براست. عالیه. عالی. اومدم. یه تکون اخور. چرا نزد؟ صبر کن، الان درستش کنم. بگیره بیرم. الان درستش کنم. تو نفر بعد، نفر بعد زودتر، نفر بعد غذا تموم شد. نفر بعد نفر بابا، 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 بده بیا بکش بالا، مرفت بکش بالا، زود باش بالا، بالا مرفت بیا پایین، بیا پایین زود باش بیا پایین Oh!
برای شما آوردم فرمانده. ممنون سروان. من اشتها ندارم. فرمانده، یه چیزایی هست که من ازش سردر نمیارم. اگه میدونین لیاقتشو دارم به منم بگین قربان. تو که سرباز باهوش و با ذکاوتی بودی سروان. هنوزم هستم قربان. سروان، تو هیچ وقت به مغزت خطور کرده از اینجا خارج بشی؟ بدون شک. ولی نه به عنوان یک خائن. درسته. خب الان بهترین موقعیته که ثابت کنیم خائن نیستیم. هم تو و همون دکتر به عنوان بهترین یاران میتونین با من باشید. مگه قراره چی کار کنیم قربان؟ یه مصاحبه تلویزیونی. چی؟ اونم باید با ما باشه. اون حالش خوب نیست. احتیاج به استراحت داره. ما صبر میکنیم تا اون حالش خوب بشه. ما وقت زیادی نداریم. در این صورت من باید با سرهنگ صحبت. خیلی خوب. قربان. بیا جلو. لباسشون. Thank you.
حالت چطوره؟ خوبه. ماشالله پهلوان. ماشالله. چطوری؟ ماشالله. ایشون هم داوطلب شده همراه شما در مصاحبه شرکت بکنه. ولی قرار بود ما چهار نفر باشیم. حالا میشین پنج نفر. اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره. منم ایرانیم. هموطن خودتون. ناراحت نباشید. ما به اصول انسانی پایبندیم. پاسپورت هاتون حاضره. بعد از انجام مصاحبه آزادید. هر جایی که دلتون خواست برید. دستور دادم در طول راه با احترامات کامل باهاتون رفتار بشه. بلکنار عقب بشین، عقب بشین، بری عقب، 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 بری عقب، بری عقب، بری کنار، بری کنار، عقب بشین، عقب بشین، کنار، آسته، آسته، عقاب دو به عقاب هفت. اگه صدای من رو میشنوید جواب بده. عقاب دو به گوشم. موقعیتتون رو اعلام کنین. موقعیتتون رو اعلام کنین. موقعیت ما 6 درجه شرقی 5-6-7. تمام. همانطور که قبلا به اطلاع ملت عراق رساندیم، امروز مصاحبه ای خواهیم داشت با چند تن از مقامات بلندپایه نظامی رژیم ایران که طی عملیات مختلف به اسارت نیروهای ورزیده ارتش عراق در آمدند. آنها در این مصاحبه جزئیات بسیار مهمی درباره این مأموریت. قربان، از دفتر ستاد فرماندهی کل به شما تبریک گفتن. از مقام دو به مقام هم، از مقام دو به مقام هم، موقعیتتون رو اعلام کنیم. مقام هم، موقعیتتون رو اعلام کنیم. موقعیت ما مدار 1-4-6. تمام.
نه نه ممنوع ممنوع. نه نه چرا؟ به گزارش ستاد فرماندهی 5 تن از افراد شرکت کننده در این مصاحبه جزو نفرات باقی مانده از عملیاتی تحت عنوان از زهرا هستند که با ورود به خاک عراق قصد انهدام پل استراتژیک و مهم الخلیل رو داشتند. از عقاب دو به عقاب هفت، از عقاب دو به عقاب هفت. عقاب دو بگوشم. عقاب هفت موقعیت مدار 49.0349. شنیدم. تمام تمام. بیا بیرون مادر مرده، بیا بیرون، بیا دیگه. منو نکشید، من زن و بچه دارم، منو نکشید. باور کنید راست میگم،
به خدا من زن و بچه دارم. بله من فکر کردم هنوز آقا پسری. اگه بگی ما کجای عراقی ما چطوری میتونیم خودمونو به ایران برسونیم از کشتنت صرف نظر بکنیم. من نداری؟ دارم میگم از این جاده که جلو بری نرسیده به آسفالت به یه دوراهی میرسید. سمت چپت جاده خاکی برین تا پای کو، از کو که بالا برین میرسید به شهر دیانای عراق، بعدش از اونجا میپیچین دست چپت. بقیه شو بلدم، میرسیم پیران شهر، شهر خودمون. خاله برای من تلگرافی حرف میزنه. خوش شو ببینم. از عقاب هفت جواب بده. نشده گیری تاریه. کمک! از عقاب دو به عقاب هفت. از عقاب دو به عقاب هفت جواب بده. عقاب هفت چرا جواب نمیدی؟ عقاب هفت جواب بده. عقاب هفت اگه صدای منو میشنوی جواب بده. از عقاب دو به عقاب هفت اعلام موقعیت کن. چرا جواب نمیدین؟ عقاب هفت جواب بده. عقاب هفت اگه صدای منو میشنوی جواب بده. اطلاعات مربوط به اون بازداشتگاهه. به هر قیمتی شده یکی از ما باید این اطلاعات رو به ایران برسونه. مگه قرار نیست بریم ایران؟ ما ماموریتی داشتیم که نیمه کارمون، به خاطر اون بهترین و عزیزترین افرادمون رو از دست دادیم.
کس که بخواد میتونه برگرده ایران. به گوشم. گروه تخریب رد پرنده ها رو دیدن. بگو. گروه تخریب رد پرنده ها رو در حاشیه جنگل دیدن. بله. حاشیه جنگل قربان. حاشیه جنگل قربان. تمام. بگیر برار. خیلی ممنون. میدانم غریبید، میدانم پیداتان کنن تکه بزرگتان گوشتانم. برار مانم ببینن پناهتان دادیم به سلابه میکشن، ولی چه کنم دل سوختم. به او امام سومی که قفلش گرفتم با خودم عهد کردم یار ظالم نباشم. شوهرم عبدالرحمن به زور بردن جنگ شما، تو حمله نفتچر اسیر شد برار، اسیر شما. ماندم تک و تنها با یه طفل و یه پیرمرد علیل. راحت بخوابید برار، شما اسیر ما نیستید. شوکت، شوکت. آمدم بابا، آمدم. Eh.
بله کجا؟ همون جا که عبدالرحمن اسیره. به شام بگو عبدالرحمن مهمان شماست. تو فکری؟ تو فکر دنیام که با همه وسعتش چقدر کوچیکه. صبح پیش چه موجوداتی بودیم و حالا در پناه چه موجودی؟ بگم فرشته است؟ نمیدونم. بستی. آخه دختر تا کی میخوای گوش به زنگ باشی؟ والا اگه شوهرت زنده بود باید اسمش جز به لیست اسرا باشه. چقدر انتظار؟ خسته نشدی؟ مادر من با انتظار کشیدم خوشبخترم. خوشبختم. Come on.
برار این امانتی رو بدیم بابای بچم عبدالرحمن اردوگاه اسرای کرج. برار عبدالرحمن اول به خدا بعد به شما می‌سپارم. خاطرت جمع باشه همشیره، امام سوم رو به جای ما زیارت کن. بریم. به گوشم. گروه تخریب جواب نمیده قربان. گروه تخریب جواب نمیده قربان. بله. اونا مواد منفجره هم روشون بوده. مواد منفجره تمام. بالا شدی یه عراقی. اندازته. حب که درجهش کمه. اگه تو این عملیات موفق بشیم خودم بهت درجه میدم. مراقب مواد منفجره باشید. از عهدش بر نمی آی؟ چرا؟ ولی باید یکی از ما این اطلاعات رو به ایران برسونه. چرا من؟ کاری که تو قراره انجام بدی کمتر از مأموریت ما نیست؟ چی؟ تمام جزئیات اون بازداشتگاه باید به ایران برسه. ولی تو معطلی؟ این یه دستوره. ولی من که نظامی نیستم. پس حتما لازم شد بری، چون این یه مأموریت نظامیه. درسته. یلا وقت طرف نکن. یلا برو برو را بیا دکتر را بیا برو 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 خدا خوش برایت. برو دکتر معطل نکن. موفق باشی. موفق باشی. خدا نگهدار. سلام. ما رو به اینجا برسون. خداحافظ. سلامت. برو به سلام. Thank you.
بر. که فرار از چنگال ما غیر ممکنه و افرادت بگو تسلیم بشن. تو باش بیاییم بیرون، بیاییم بیرون. اگه تسلیم نشین اول فرماندهتونو میکشم. اسلحه‌تون رو بندازید زمین. Come on!
بران. این امانتی رو بدیم بابای بچم عبدالرحمن. عبدالرحمن اول به خدا بعد به شما میسپارم.